الان دیگه رفارسی باید یکم بترسه. چرا؟ چون دوتا از ستونای گمرون جنوب اومدن متحد شدن، اتحادی که قبلا یکم بود بعد یکم کمرنگ شد، هیچ وقت به بیف نکشید تا اینکه الان چه موقعی اومدن با هم اتحاد داشتن که این اتحاد الان از دیس جذابتره، چون اون طرف اتحاد شمال پاشید و به بیف تبدیل شد و اثرات اون بیف انقدر زیاد بود که خودمون میدونستیم قراره که نصر چاری تکون سنگینی بخوره و حتی کلا رپ فارسی که هم کل رپ فارسی تکون خورد با ما، حالا لیبل حمید صفت که پوری رفتوش و یه سری اتفاقاتی افتاد و همین که هم زیرو تنورکی دومد تو داستان که انتظارشو داشتیم، هم یه سری تیکایی به بچه‌های گمرون انداخته شد که چرسی یه چیزایشو جواب داد توی اون موزیک قبلی که ازش ریاکشن رفتیم و یانگ سادن ساکت و کلا یانگ سادن هم خیلی همیشه تو صلحه، بعد یه دفعه الان یانگ سادن اومده با چرسی متحد شدن و ترک هیت دو، هیت یکی از چرسی که تنها بود توش اگه یادتون باشه تیکه‌های مختلفی داشت که یکی از معروف‌ترین تیکه‌هاش همون لاینی بود که از خود هیپوپولوژیست دوباره میندازه با آرش سرطان، اون لاینی که توی کاردی بود، ولی الان خیلی واسه هم جالبه که ببینم آیا فقط دیس گادپوریه یا اینکه دیس کسی دیگه هم هست. توی کامنت ها من خوندم نوشته بودن که دیس دانیال هم هست، حالا بعد ببینیم که چطوری، چون دانیال هم با هیپوپولوژیست مشکل داشته، هم با چرسی چند بار هم دیس و دیسپک لفظی دادن توی ترکاشون. حالا بریم ببینیم چطوری هست که سری بریم و بیایم و این ترک رو با هم گوش بدیم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن. خب بچه‌ها این سخته، این ترک هیت دو از کانال یوتیوب چرسی هم منتشر شده، چرسی و یانگ سادن، و بریم ببینیم چطوری هست که جفت این رپرای جنوب هم، یعنی هم چرسی هم یانگ سادن، هم خیلی خوش سلیقن، هم خیلی حساسن توی نوعی که کارشون رو ریلیس میکنن، همیشه موزیک ویدئوهای ترا تمیز میدن، نمیدونم پرودوسرایی که باشون کار میکنن خیلی باله. یانگ سادن شاید بگم یونیک ترین رپر نسل 4 و چرسی هم که خب ستون نخله دیگه. بریم ببینیم که چی میگن دیگه. آقا لتس گو. یا خدا او بیت هیت یک فکر کنم که دوستی زده. آره من اومدم مسیر رو پیاده، واسه همینم نفسم زیاده، اوکی ما نرفتم زیر رو بیبرسم به جایی، من تکی میگامه نداره کاری وقتی با من بدی بندو میاد پلو تخمت تو پیاله، توی رفورت کی میاد جای من، تو تکی فیکس اندازه من کیاره، خلاف درم این رفیقام جا به خب این داره کلن رجز میخونه، اصلا میگه آقا من خودم بهترینم تو نتونه، توی رفورت کی میاد جای من، تو تکی فیکس اندازه نست چهارم نه رفا بدی بندو میاد پلو تخمت تو پیاله، توی رفورت کی میاد جای من، تو تکی فیکس اندازه من کیاره، خلاف درم این رفیقام جا به میکنن این پیسول، وقتی توهم زدی گوی هستی دست خالی بیا توی رینگ جوری سو تو بیف قبلی. اوف داستان جالب شد، چون پوری خب یکی بود که همیشه میگفت آقا من تنهایی اومدم بالا، کسی حمایت هم نکرد و تا یه جایی موافقم با حرفای پوری، تا این اواخر، خب تا این اواخر که میبینیم الان یه کاره پشت پرده داره میکنه که هنوزم نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، احتمالا با آلبومش خیلی از این چیز علامت سوالی تو ذهنمون بالاخره جواب داده میشه بهش، مثل همون لیبل حمید صفت و کاری که داره با شایع میکنه خیلی از چیزای دیگه. بعد این چی میگه اینجا؟ وقتی توهم زدی گوی هستی دست خالی بیا توی رینگ جوری سو تو بیف قبلی حریفم جیم شد نشد که لبامو ماچ کنی، بیف قبلی فکر کنم آرش سرطانو داره میگه پارسالی پی دست خالی بیا توی رینگ جوری سو تو بیف قبلی حریفم جیم شد نشد که لبامو ماچ کنه، این دور توی استوری واتساپ گیرو کیارو بعد این کشه وین کی خو کای میخواد افتا بشی تو شهرم ما بنده رو کردیم گمرون شد سعادت واسه دخ... واقعا چرسی و یانگ سادن بنده رو کردن گمرون، خیلی اصلا مثلا گمرون چیه با چرسی و یانگ سادن شنا بای میخواد افتا بشی تو شهرم ما بنده رو کردیم گمرون، تو هم اگه رو شد سادت واسه دا خاطر عدب با سر میری کمون قیم آلم واسه یه تطلو اصلا تیم شیش ستاره نیستیم کسی اینم دلیل یا خدا اینم برمیگره زمانی که اتحاد نسل یک بود و تنها کسی از بچه نسل چهار که طرف نسل یک رو گرفت تطلو تو یا اینا پوری بود و گفت به احترامش بذاریم، بعد الان میگه من خواهیم والی تطلیه نمی کنم. البته بعد از گذشته چند ماه زیرو تو نوانکی دم که با تو این مشکل داشت من فیت دادن که این خیلی عجیب بود. ما بنده رو کردیم گمرون، تو هم اگه رو شد سعادت واسه به خاطر عدب با سر میری کمون قیم آلم واسه یه تطلو اصلا تیم شیش ستاره نیستیم گرم که سینم دلیل فیم شه حالا هم تو خواهم من حرف مردم از وقتی یه سینم دلیل فیم شه، این میتونه دو تا به دو نفر تیکه داشته باشه ولی تیکه اصلی فکر کنم به گادپوریه که هیپوپولیس هم همین تیکه رو بهش انداخت، دومی هم سام ویلسون که
عرفان بهش میگفت سامان پستون. چه حالا هم تخمه من حرف مطلن دیم شیش ستاره نیستیم گرم سینم دلیل فیم شه حالا هم تخمه من حرف مردم. از وقتی اومدم تو مارکت گایدم سلف مید بدون رابط پس سرت باشه توی لا. اینو قبول دارم. یانگ سادن هم یکی از کسایی بود که میگم خیلی چرا خاموشون نسه چهار داره میاد بالا. یه زمانی خب با آرش سرطان کار میکردن که اون خب 100% کمک کرد، ولی میگم همیشه چرا خاموش تو بدون بیفی بدون داستانی کار خودشو کرده. از وقتی اومدم تو مارکت گایدم سلف مید بدون رابط پس سرت باشه توی لاکت وگرنه پخش میشه چطای دایرکت ها چیه تحصیلی نکنه آخ ای وای آره همین قد دیوونه ساده پس ببین خفه خون بگیر جاکش وقتی که رپت فرق داره با لایف استایلت پول اپ پول اپ بجام. خیلی جالبه چون من احساس میکنم که این الان داره پوری رو دیس میکنه چون قضیه سیست و لایف استایل و نوع خوندن اینا، ولی قبل از اینکه من این ویدیو رو بگیرم چک کردم هم یانگ سادن پوری رو فالو داره هم پوری یانگ سادن ها. و حتی اگه دیس به پوری هم نباشه لاین های یانگ سادن، ولی خب تو ترکیه که چرس داره دیسش میکنه. کش وقتی که رپت فرق داره با لایف استایلت پول اپ پول اپ جامپ جامپ پول اپ بانکه بانکه پول اپ پول اپ بافه بافه روپامه روپامه دافت دافت ای. از دور زیاده این دیسا یه سری میخوام برن گیر ویزان اگه خواهی داریم بیاین ایران من که هی میرم و میام. اینم دوباره فکر کنم چیز بود دیگه، دوباره هیپوپولوژیست بود که میگفت هیپوپولوژیست بود یه نفر دیگه بود که دیس کرد پوریو میگفت آقا میخوای بری گیر ویزایی به پوری داشت میگفت، الان فکر کنم دوباره داره به پوری میگه بری میخوام برن گیر ویزان اگه خواهی داریم بیاین ایران من که هی میرم و میام. واسکوت واسکوت جنستونی باسکول باسکول عاشق کش باسود باسود بعد بیام میون آسون آسون واسکوت واسکوت اسممون آکون اکتا اوریجنال هر جایی یال کنم فقط بخش صدام جایی تو رو گوش کنن که جای من نیم وقتی تو باشگاه هم نشی توی پنو خط کشم نیست اندازه این جغلو نهست بسیجن اینا من فدرال دیگه انسام انسان نهست بسیج دوباره همون تیکه که میگفتن پوری بسته فکر خط کشم نیست اندازه این جغلو نهست بسیجن اینا من فدرال دیگه انسام انسان نیست فلکس وری فای شد از کارم توی یه نگو ریز بوری ریز دست فکت مهم نی که باشی نسل چند واقعی نباشی نیست تو گنگ. قبلا هم یانگ سادن گفته بود فکر کنم تو ترکی بود که چیز بود تو رینگ بود اسمش یادم نیست خدا چی بود که ادا جان سینا رو در می آورد میگه آقا من حتی اگه شما اصلا میگه من نسل 6 ام لاینایی که من می نویسم از نسل الان دو سه نسل جلوتره، بعد الان همینو میگه اصلا مهم نیست چه نسلی ام من اینه که آهنگات پلی بشه. بس جان اینا من فدرال دیگه انسان انسانی سلکس وری فای شد از کارم توی یه نگریز بوری ریز دست فکت مهم نی که باشی نسل چند واقعی نباشی نیست این گنگ همه یه حرفاتون هستش گنگ بروخ میزنی بعد تو بله نمیاد به سیست بعد تره پینوکی صدا کلوف کنی نمیشه شبی من نباشه وسیلم رپی بعد میخوری حالا که پلی میشه توی پلی لیست وقتی که گوشا با ماست واسه وای با بیبی دوست داره کنه تیستش منم اینجا وایستادم مثل تایگا پرستو میاد اونجا و بد میجوید اگه یه روز هم عقبت میخارید بگو نهایتش زبدر میخوش میزنن حرف مفت زیاد پشت سر خیلی ها میخواستم باشیم ما دشمن الان گمرونو کردیم و اینو هستم خیلی ها میگفت یه جوری میخواستن یه بیفی بین چرسی یانگ سادن بندازن، ولی هیچ وقت میگم کارشون به بیف نکشید. خوش میزنن حرف مفت زیاد پشت سر خیلی ها میخواستن باشیم ما دشمن الان گمرونو کردیم و جهانی میشناسه کمربندی تو پشت شهر هر جای پلی هم فقط هده با میبندم بترون بزنم سمفونی تخت گمرون الان دو نفر از تخ میخواد جلومون نگاه تو چپ کنی رپ قفل دست یه قشنگ گفت آقا بحث گمرون میشه دیگه الان مثلا ستون نخل و یانگ سادن ما نداریم الان دو نفرن و اگه بخواد با یکی مون تیکه بندازین به جفتمون تیکه انداختی این جالب شد سمفونی تخت گمرون الان دو نفر از تخ میخواد جلومون نگاه تو چپ کنی رپ و قفل دست ماست کلی به گوریل گنگس قد ما کیدی تو خیابون گریل میشی رو آسفالت داخ این گمرونه نه یو کی گریل اینم یه رفرنس از آهنگ گریل چرسی بود فکر کنم تو خیابون گریل میشی رو آسفالت داخ این گمرونه نه یو کی گریل. چه ترک خفنی بود، یعنی اصلا پشمام ریخت چرا بیشتر اینو با هم همکاری نکردن. البته این شروع یه اتحاد خفنه و تیکایی که انداختن به چند نفر، حالا میگم بعضی گفته بودن تیکا به دانیال، بعضیا میگن که به پوری. من پوریاشو بیشتر تونستم تشخیص بدم، فقط میگم واسم سواله که چرا اگه واقعا یانگ سادن داره پوریو دیس میکنه همدیگه رو فالو دارن. این اتحاد به نظر من تازه یه در جدید باز کرد توی نسل چهار رپ فارسی و بعد ببینیم که اتفاقای بعدش قراره که چطوری باشه. شما بچه‌ها حتما نظرتون توی کامنت سکشن بنویسید تا ویدئوهای بعدی زن زندگی آزادی.